سرخط مهمترین های امروز. از اختلاف های درون تیمی تا اختلاف میان ارگ و سپیدار، کابینه جدید چرا معرفی نمی شود؟ پیشرفت های هم صورت گرفته، ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر لست اعضای کابینه تکمیل شود. دیدار نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان با ملا برادر. زنان در افغانستان اما نگران آیندهشان پس از صلح با طالبان. از تمام خانمای جهان آرزومند هستیم و تقاضا داریم که دید موسیق بزرگ ما را یاد. افزایش به پیشینه آمار مرگ و میر با گسترش ویروس کرونا در دو هفته پسین. 21 مورد فوت ناشی از این ویروس در 24 ساعت گذشته ثبت شده است. 546 واقعه مثبت ثبت کرده که تعداد مجموعی واقعه مثبت را به 28,424 واقعه می‌رساند. روبرو بودن افغانستان با کسر بودجه 48 میلیارد افغانی. مجلس نمایندگان می‌گوید که حکومت باید با همکاری جامعه جهانی این خلا را پر کند. و قدرت‌های اروپایی در موضع مخالف امریکا بر سر مسئله ایران. بیننده مهمترین ها از یک با من نصرت منصور هستید. مشروع خبرها. اختلاف های درون تیمی در دسته عبدالله سبب شده تا فهرست نامزد وزیران سپیدار به ارگ فرستادن نشود، هرچند که به گفته منبعها در دو روز گذشته تیم سپیدار چندین فهرست را ترتیب و دوباره تغییر داده است. با این حال ریاست جمهوری میگوید که کابینه جدید با زودی معرفی خواهد شد. هیئت اداری مجلس اما اختلاف نظرها میان ارگ و سپیدار را مانع اصلی فراراه معرفی نشدن نامزد وزیران میخوانند. جواد تیموری گزارش میده. بسم الله الرحمن الرحیم. درست یک ماه و دو روز از امضای توافقنامه سیاسی عبدالله و اشرف غنی می گذرد. معرفی 50-50 کابینه یکی از بندهای مهم این توافقنامه است. در این مدت رئیس جمهور غنی دست کم 12 نامزد وزیر را معرفی کرده، اما از معرفی فهرست نامزد وزیران عبدالله خبری نیست. منابع میگویند که از دو روز بعد این سو روی معرفی این چهره ها در قصر سپیدار رایزنی جریان دارد. مسعود اندرابی، نوررحمان اخلاقی، معصومه خاوری، انوارالحق هدی، مصطفی مستور، عباس بصیر، بشیر احمد تینج، قدرت الله زکی، کنشکا ترکستانی، فضل احمد معنوی، نجیب آقا فهیم، حسن عبداللهی و سید سعادت منصور نادری. وقتی به کابینه میرن به تمام ملت افغانستان پاسخگو است، ولی برعکس او خودش تنها به رهبری که به حزبی که او را معرفی کرده پاسخگو بدانه، در او صورت است که اداره از هم میپاشه، نظم و دیسپلین از هم میپاشه، طبیعتا اولویت های انکشافی، اولویت های کاری از بین میره. هیئت اداری مجلس نمایندگان اما میگوید که در گام نخست اختلاف درون تیمی عبدالله و سپس اختلاف میان ارگ و سپیدار بر سر چهره های معرفی شده روند معرفی کابینه را کند ساخته است. اختلاف های درون تیمی باعث میشه که در معرفی وزرا برای اخذ رای اعتماد به مجلس تعلل صورت بگیره و خواهش ما از هر دو تیم و از اعضای هر دو تیم همی است که لطفاً اختلافات را کنار بگذارند. هرچه زودتر باید نامزد وزرا برای اخذ رای به مجلس معرفی شود. ریاست جمهوری در مورد اختلاف ها چیزی نمی گوید، اما تأکید دارد که رایزنی ها همچنان ادامه دارد. تلاش ما در حکومت افغانستان و اقشار سیاسی است که هرچه زودتر فهرست اعضای کابینه تکمیل شود و برای اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه فرستاده شود. در این زمینه پیشرفت های هم صورت گرفته، ما امیدوار هستیم که هرچه زودتر لست اعضای کابینه تکمیل شود.
برای نامزد وزیران گذشتن از فیلتر ارگ و سپیدار شاید آسان باشد، اما گذشتن از سد مجلس نمایندگان کار است دشوار. در گذشته بسیاری از نامزد وزیران با امیدواری های زیاد به مجلس رفتند، اما از آنجا ناامید برگشتند. گرچند رئیس جمهوری بارها وعده داده که به سرپرستی در وزارتها پایان می دهد، اما تجربه حکومت وحدت ملی نشان می دهد که این وعده به این آسانی عملی نخواهد شد. نماینده ویژه عمران خان نخست وزیر پاکستان با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی دفتر طالبان در قطر در مورد صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. وزیر خارجه پاکستان میگوید نماینده ویژه عمران خان در سفر دو روزه‌اش به دوحه تاکید کرده که اجرای توافقنامه صلح این گروه با آمریکا از جمله آزادی زندانیان دو طرف میتواند راه‌ها را برای آغاز گفتگوهای میان افغانان باز کند. در این حال برخی منبع‌ها در گروه طالبان تاکید می‌کنند تا زمانی که 5000 زندانی این گروه آزاد نشوند گفتگوهای میان افغانان آغاز نخواهد شد. تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای میان افغانان در کنار تلاش‌های داخلی از جمله ادامه روند آزادی زندانیان طالب و حکومت در سطح منطقه نیز تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای میان افغانان ادامه دارد. در تازه ترین مورد محمد صادق نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان به دوحه رفته و با رهبران طالبان در پیوند به صلح افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که آقای صادق در سفر دو روزه‌اش به قطر و دیدار با رهبران طالبان بر تعهد پاکستان برای تسهیل روند گفتگوهای صلح در افغانستان تاکید کرده است. نماینده عمران خان گفته که روند آزادی زندانیان دو طرف راه را برای آغاز گفتگوهای میان افغانان باز میکند. په دوحه کې طالبانو سره د پاکستان د خاص استازي لیدنه د سولې په تړاو د صلح مشورو په موخه یو عادي ناسته وه. د 15 طالب زندانیانو د خلاصون د پروسې له بشپړېدو سره سم به له ځنډه د بین الافغاني مذاکراتو لومړۍ ناسته په دوحه کې ترسره شي. پاکستان ډېر کوښښ کوي چې د طالبانو په واسطه باندې د افغانستان پر حکومت پر دولت باندې سیاسي فشار هم جنګي فشار هم سیاسي فشار وارد کړي ترڅو دوی په لویه کچه باندې د افغانستان په راتلونکي حکومتونو کې بیا زیدخل د قضایا واوسي. آغاز گفتگوهای میان افغانان که قرار بود در 10 مارچ آغاز شود، در ظاهر بیش از آنچه انتظار می رفت به تأخیر افتاده است. دلیل آن هم آزاد نشدن 5000 زندانی طالبان خوانده می شود. من می رید که بین الافغانی مذاکره چیلی اقدا بندیان در بندیان و ترخلاصون رو پریان رو دارید. 15000 کس بندیان در حکومت سر در طالبان دی و 10000 کس بندیان در طالبان و سر در حکومت دی. این سو اما دولت از آمادگی کامل برای آغاز این گفتگوها خبر می‌دهد. آمادگی برای تدبیر مذاکرات از سوی جمهوری اسلامی افغانستان به صورت کامل وجود دارد. همزمان با تکمیل تبادله زندانیان و اسیران دو طرف و توقف خشونت‌ها، هماهنگی‌ها به خاطر مکان و زمان آغاز مذاکرات تکمیل می‌شود. از 5000 زندانی طالب که قرار بود آزاد شوند، تا کنون بیش از 3000 زندانی این گروه آزاد شدند. اما طالبان خواهان آزادی کامل 5000 زندانیشان از بند دولت هستند. روند طولانی اما سرنوشت ساز برای گفتگوهای میان افغانان که به کندی ادامه دارد. زنان در افغانستان نگران آیندهشان پس از صلح با طالبانند. ائتلاف زنان افغانستان در نامه سرگشاده از رهبران زن در جهان خواستند که در کنار زنان افغانستان بمانند. در این نامه آمده است که در ذهنیت طالبان نسبت به زنان تغییر نیامده و آنان نگرانند که در صورت توافق صلح با طالبان زنان دوباره حقهایشان را دوباره از دست بدهند. نرگس رخش گزارش می‌دهد. شروع شتاب زده در گفتگوهای صلح زنان را نگران کرده. زنانی که بیشترین خشونت را از طالبان دیدند. طالبانی که ادعا می شود در دیدگاهشان نسبت به برخورد با جنس زن تغییری نیامده. از همین رو ائتلاف زنان افغانستان در این نامه خواستار کمک رهبران زن در جهان شده است. این نهاد میگوید باید رهبران زن در جهان در کنار زنان افغانستانی بیستند
نامه بر رهبرای نخبه جهان خانم مرکل، نانسی پلوسی و خانم واگنر و همچنان خانم کلیکرافت ما داریم برای از اینکه کشورهای از اونا مستقیما داخل در پروسه صلح افغانستان هستند و همچنان اینا خانمهایی هستند که در کشورهای خود در موقفهای رسیدن با مبارزات خود که تانستن حسنای کشور خود را حمایت بکنند. نانسی پلوسی، انگلا مرکل، کلی کرفت و برخی دیگر از رهبران زن مخاطبه این نامه هستند. ائتلاف زنان افغانستان نگران است که ممکن دستاوردهای 18 سال گذشته دوباره از دست برود. فکر کنم که حدا چه نریوال هم په دې موضوع باندې وار وار په تاکید وسی او وی هم په دې موضوع کې ښکیل سی تر څو د ښځو له حقونو دفاع وسی. زنان در دوران حاکمیت طالبان وضعیت بسیار دشواری داشتند. زنان تقریبا از همه حقهای مدنیشان محروم بودند. تفکری که به باور زنان هنوز هم پابرجاست و این گروه تغییری نکرده است. پروسه صلح که جریان دارد فلحال متاسفانه بنابر عدم آگاهانه و حضور معنادار زنان و مردان باعث شده که ما چندان دلخوش از پیامد این پروسه نداشته باشیم. بنابراین از تمام خانمای جهان آرزومند هستیم و تقاضا داریم که در این پروسه بزرگ ما را یاری کنند. ائتلاف زنان افغانستان در نامه‌شان به رهبران زن جهان گفتند که هنوز در بخش‌های زیر اداره طالبان این گروه با زنان خشونت می‌کنند و هیچ حقی برای آنان داده نمی‌شود. زنان افغانستانی می‌گویند زنان حق زندگی برابر با مردان دارند، آنچه که در بسیاری کشورهای اسلامی زنان از آن برخوردارند. با گسترش ویروس کرونا آمار مرگ و میر در دو هفته پسین در کشور به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. گرچند وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 546 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده و تنها 21 مورد فوتی ناشی از این ویروس ثبت شده، اما همکار مهدی اخلاقی که در یکی دو روز پسین شبکه‌های اجتماعی را بررسی می‌کرد می‌گوید تنها در 24 ساعت گذشته با ده ها اعلان فوتی برخورده است. حتی برگه های نهادها و چهره های مطرح سیاسی در این روزها به ماتمنامه و صفحه اعلان های فوتی بدل شده است که از دید روانشناسان پیامدهای روحی و روانی منفی بر تمام جامعه و ویژه مبتلایان جدید دارد. فیسبوک ماتمنامه دوره شیوع ویروس کرونا در افغانستان. شبکه اجتماعی فیسبوک برای احوالگیری دوستان و آشنایان از همدیگر ساخته شده. با افزایش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا، اما آنچه در فیسبوک زیاد شده خبر ابتلا به کووید 19 و پروفایل های سیاه شده است. ما امروز در فیسبوک از میان 100 چند پست جدید دوستانم به بیش از 30 مورد اعلان فوتی آشنایانشان و همچنین 25 مورد جدید ابتلا به کرونا برخوردم. گرچه مشاهده پست‌های فوتی در فیسبوک در افغانستان با توجه به وضعیت ادامه جنگ و انفجار یک چیز غیرعادی نیست، اما دیده میشه که شمار این پست‌ها در چند روز گذشته چندین برابر شده. نشر گسترده خبرهای مرگ و میر گرچند جنبه اطلاع رسانی دارد، اما پیامدهای روانی فراوانی بر جامعه دارد. در کوتاه مدت میداند که انزوا، گوشه‌گیری، ناامیدی، ناراحتی، دلتنگی، خستگی و عصبانیت و تا یک حد اختلالات مرتبط به خواب را ایجاد کند. اما در بلند مدت میداند اختلال و شدزدگی، وسواس، اضطراب و افسردگی پیدا کند. برگه های مربوط به رهبران نهادهای سیاسی به شمول ارگ ریاست جمهوری هم در این روزها بیشتر به یک ماتمخانه و صفحه اعلان فاتحه بدل شدند. تنها عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در 36 ساعت پسین بیش از 10 پیام تسلیت در صفحه اش نشر کرده است. بیش از 90% پست های چند روز پسین محمد محقق معاون پیشین آقای عبدالله هم پیام های تسلیت هستند. لدغه وبا لدغه کرونا نه دیر زیاد داری خطرناک دی چی خلق تری داری گی او همدال عمل گرزی چی خلق دخبل ده بدن مقاومت للاس ورکری او چه دا وبا پی باندی حاکمشی او
تر دیر حدا پوری در ویواردار دوی لمنزه یوزی. در یک شبانه روز گذشته از میان 1459 مورد مشکوک 546 مورد مثبت ابتلا به کرونا و 21 مورد مرگ ثبت شده است. پس آزمایش 1459 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 546 واقعه مثبت ثبت کردیده که تعداد مجموعی واقعه مثبت را به 28424 واقعه میرساند. همچنین 330 مورد بهبود یافته و 21 مورد فوتی داشته. وزارت صحت عامه از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون مرگ 569 تن را بر اثر این ویروس ثبت کرده است. آماری که حتی به گفته برخی مقام‌های رسمی ممکن است ده‌ها برابر کمتر از آمار واقعی باشد. دلیل بیشتر مرگ‌ها مشخص نشده. اما آنچه پیداست این که کرونا روز به روز به شمار قربانیانش می‌افزاید. عبدالمحسن احمدی یکی از عضوهای شورای ولایتی کابل درگذشت. آقای احمدی از چند بدین سو بیمار شده بود و دیشب در یکی از بیمارستانهای کابل درگذشت. عبدالمحسن احمدی از 60 سال بدین سو با عنوان یکی از جوانترین نماینده های پایتخت در شورای ولایتی کابل کار میکرد و پیش از آن با عنوان رئیس فدراسیون اسب سواری کار کرده بود. شمار از باشندگان کابل از متوقف شدن فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز در بیمارستان صدبستر دشت برچی در غرب کابل نگرانند. شمار از کودکان بانوان امروز با گرده هم آمدن در برابر این بیمارستان از این سازمان خواستند که فعالیتش در دشت برچی را ادامه دهد. اینان از حکومت هم انتقاد دارند که تاکنون نتوانسته چند و چون این حمله را بیابد. بیمارستان صد بستر دشت برچی، بیمارستانی که تا یک ماه اندی پیش هر روزه در آن ده ها زندگی متولد می شد و ده ها تن هم از مرگ نجات می یافتند. در 23 ثور اما این بیمارستان محل مرگ مادران و نوزادان شد. سازمان پزشکان بدون مرز یک ماه پس از این حمله مرگبار اعلان کرد که به دلیل مشخص نشدن عاملان این حمله و احتمال تکرار آن مجبور است به فعالیتش در این بخش پایتخت پایان دهد. ما با ترک دشت برچی و بخش های همجوارش مردمی را ترک می کنیم که دسترسیشان به خدمات صحی و زایشگاه بسیار محدود و دشوار است. اما متاسفانه ما انتخاب دیگری جز این نداریم. همان طور که می دانید بر بیمارستانی که از سوی MSF پشتیبانی می شد حمله شد. ما درباره یک حمله عادی صحبت نمی کنیم. ما درباره قتل مادران صحبت می کنیم. یکی پی دیگر وقتی که کودکی به دنیا می آوردن کشته شدند. بدترین چیزی که اتفاق افتاد و بدترین چیزی که می تواند دوباره اتفاق بیفتد. این بانوان و کودکان اما از پزشکان این سازمان می خواهند که این بخش محروم پایتخت را ترک نکند و به مادران و نوزادان نیازمند همچنان زندگی ببخشند. مژده 6 ساله و خواهرش ستایش 3 ساله در این بیمارستان متولد شدند. این کودکان از پزشکان بدون مرز می خواهند که مادران و نوزادان را تنها نگذارند. این طفلک ها برادرزادای ما در میشفخانه پیدا شدند و حال به نمایندگی از مادرشان اینجا آمدند که یک خواهش داشته باشند از دکترای بدون سرحد تا هیچ وقت ما را ترک نکنند. 6 سال پیش در اینجا متولد شدم و خواهشم از دکترای بی‌سرحد این است که اینجا را ترک نکنه و فعالیت خود را دوباره شروع کنه. من میخوام خارجی ها دمینج باشه، دمینج باشه، ترد نکنه اینجا و بمانه. اینا آزرده از دولت هستن به فکر میکنم. میگه دولت برای ما گزارش نمیده که آیا امی انتحاری که آمده، من همینطور به صراحت به شما صحبت میکنم. میگه این امی که آمده برای ما نمیگه که به اصطلاح شما هدف بودین، مردم هدف بود یا به اصطلاح همین مادرایی که در اینجا میزدن. شمار از اینان حکومت را مقصر میدانند و انتقاد دارند که پس از یک ماه هنوز چند و چون و عاملان این رویداد مشخص نشده است. مسئول اصلی وزارت محترم صحت عامه است که هیچ گونه در این قسمت از خود نه واکنش نشان دادن، نه فعالیت نشان دادن، نه پیشنهاد نشان دادن. اگر این متوقف شود شاید ما روزانه 25 مادر را از دست بدیم و این بزرگترین چالش برای مردم و شهروندان کابل هست.
در حمله 5 هفته پیش به این بیمارستان 25 تن به شمول 16 مادری که تازه وضع حمل کرده بودند، 1 پرستار و 2 کودک جان باختند. حمله ای که مشابه آن در تاریخ خشونتبار افغانستان انجام نشده بود. افغانستان با کسر بودجه 48 میلیارد افغانی روبروست. کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان میگوید که حکومت افغانستان باید با همکاری جامعه جهانی این خلا را پر کند. تمیم شهیر به این موضوع نگاه کرده. در 6 ماه نخست سال مالی افغانستان از منبع‌های درآمدی خود 77 میلیارد افغانی گردآوری کرده است. 15 میلیارد افغانی کمتر از زمان مشابه سال پار. بسته بودن گمرک ها و کاهش فعالیت های اقتصادی به دلیل ویروس کرونا درآمد را کاهش داده است. وزارت مالیه می گوید که تلاش ها برای افزایش درآمد ها در 6 ماه آینده جریان دارد. برای 6 ماه آینده تمام کوشش های ما روی ازی تمرکز داره که چگونه بتانیم هم عواید ملی خود زیاد کنیم و هم بودجه انکشافی خود به بالاترین رقم ممکن به مصرف برسانیم. کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان میگوید که افغانستان از هدف تعیین شده صندوق جهانی پول در بخش درآمدهای داخلی عقب مانده است و با کسر بودجه 48 میلیارد افغانی روبروست. ما با کسر بودجه 48 میلیارد افغانی مواجه هستیم و از طرف حکومت افغانستان در طرح تعدیل 39 پروژه انکشافی را تنقیصش از پارلمان افغانستان خواسته. امیدوار هستیم دولت افغانستان با هماهنگی جامعه جهانی با تانه خلا را پر بکنه و ما شروع پروژه های انکشافی که تأثیر بسیار مثبتی روی کاروبار و زندگی مردم افغانستان داره داشته باشیم. شما را از آگاهان اقتصاد به این باورند که کاهش درآمدهای حکومت کشور را به رکود اقتصادی و کسر بودجه روبرو ساخته و حکومت باید برای بیرون رفت از این معضل در تعدیل بودجه میان درآمد و مصرف هماهنگی ایجاد کند. راه حل دیگر قسمتی است که تعدیلات لازمه که در بودجه صورت گرفته سقف جدید عواید انعکاس بده و یک هماهنگی بین سقف تازه عواید کشور و مصارف که صورت میگیره با وجود بیاید. وزارت ها و نهادهای بودجوی نیز پروژه های کمتر را در ولایت ها و روستاهای دوردست عملی کردند. آمارهای وزارت مالیه نشان میدهد که تمامی واحدهای بودجوی در 6 ماه سال مالی 30% بودجه های توسعه خود را هزینه کردند. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که نقش مردم و شوراهای ولایتی در روند تهیه و عملی کردن بودجه کاهش یافته و این زمینه را برای فساد فراهم میکند. دې بودجه څخه د نظارت په برخه کې د خلکو د مدني بنسټونو ونډه هغه هم راکمه سوې ده، که هغه د ولایتي په سطحه باندې یا د ملي شورا په سطحه باندې، په دواړو سطحو باندې د خلکو ونډه د ملي مدني بنسټونو هغه ونډه سې ده هغه راکمه سوې ده، او دا کولی سي د بودجې څخه نظارت باندې منفي اغېز ولري او د فساد ته یو زمینه سازي وکړي. انتظار میرفت افغانستان در سال 1399 از گمرک ها و دیگر منبع های درآمدی 209 میلیارد افغانی گردآوری کند، اما در 6 ماه سال درآمدهای حکومت به 77 میلیارد افغانی میرسد. محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه کشور فردا در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به ایران می رود. وزارت خارجه کشور می گوید که در این هیئت نمایندگان 7 وزارت، 5 ریاست مستقل، مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری و دفتر شورای امنیت ملی شامل می باشد. در اعلامیه وزارت خارجه آمده که این سفر به هدف پرداختن به رویدادهای ناگوار اخیر، جستجوی راه حل برای جلوگیری از تکرار آن، تقویت و توسعه همکاری های همه جانبه و مذاکرات پیرامون سند همکاری های جامعه بین دو کشور انجام می شود. وزارت خارجه ایران نیز اعلام کرده که این هیئت در جریان 2 روز حضورش در ایران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه این کشور و دیگر مقام های ایرانی دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گفته وزارت خارجه ایران، گفتگوها روی موضوعات مختلف و در چارچوب کار گروه های سند همکاری های جامعه ایران و افغانستان، همکاری های اقتصادی و مرزی، همکاری های مربوط به شهروندان افغانستان، همکاری های رسانه‌ای، امنیتی، بهداشتی و
کار گروهی همکاری های آب و انرژی صورت خواهد گرفت. این در حال است که در دو ماه پسین دو حادثه که نیروهای نظامی ایران در آن دخیل گفته شدند از مهاجران افغانستان قربانی گرفته و روابط دو کشور را زیر تأثیر قرار داده است. طالبان از 5 روز به این سو 53 غیر نظامی را در ولسوالی کجران ولایت دایکندی گروگان گرفتند. مقام های محلی در این ولایت می گویند که گروگان ها باشندگان ولسوالی های کجران، پاتو و کیتی دایکندی می باشند و بیش از نصف آنها هم زنان و کودکان هستند. و گفته مقام های دایکندی طالبان دلیل این کار را فرار یک پسر و دختر از ولسوالی چارچینوی اروزگان و عبور آنها از مربوطات دایکندی عنوان کردند. و گفته آنان این دختر و پسر پس از فرار از ولسوالی چارچینوی اروزگان از راه ولسوالی کجران، کیتی و پاتو و ولسوالی گیزاب رفتند. و در بیرون از افغانستان، بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند که از تلاش‌های آمریکا برای برگرداندن تحریم‌ها بر ایران پشتیبانی نمی‌کنند. این سه قدرت اروپایی به این باورند که راهبرد فشار بر ایران نمی‌تواند مؤثر باشد و ایران باید از راه دیپلماسی و گفتگو مورد بازخواست قرار گیرد. اما این قدرت‌ها از فعالیت‌های موشک‌های بالستیک ایران ابراز نگرانی کردند. تازه های ورزش هم در گزارش از ادریس فاروقی. فرشاد نور کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان با باشگاه لیگ برتری نیاسالامینای قبرس خداحافظی کرد. کاپیتان نور بیشتر از 2 سال را در نیاسالامینای قبرس بازی کرد و اکنون با پایان یافتن مدت قراردادش از این تیم جدا شده است. فرشاد تنها بازیکن تیم ملی فوتبال کشور است که تجربه بازی در تیم‌های لیگ برتری هالند، سویدن و قبرس را در کارنامه‌اش دارد. هفته سوم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته با متوقف شدن بارسلونا برابر سیویا آغاز شد. در مهمترین دیدار این هفته، آبی و اناری‌های بارسلون بیرون از خانه به مسافه سیویا به میدان رفتند که در پایان دو تیم با برابری بدون گل برابر هم رضایت دادند. در دو دیدار دیگر این شب، ویارال با یک گل گرانادا را شکست داد و لگانس با تساوی 1-1 برابر مالورکا متوقف شد. در چند دیدار که در ادامه این بازی ها امشب برگزار خواهد شد، اتلتیکو بلباو رئال بتیس را در پیش دارد. خطافه از ایوار میزبانی میکند و اتلتیکو مادرید به مسافه رئال والادولید به میدان میرود. رقابت های هفته 33 بوندسلیگای آلمان هم امشب با برگزاری 9 دیدار آغاز می شود. در مهمترین دیدارها بورسیا دورتموند بیرون از خانه لایپزیگ را در پیش دارد. کلن به مساف انتراخت فرانکفورت به میدان می رود و بایر مونیخ در آلیانس آرینای مونیخ میزبان فرایبورگ خواهد بود. مهمترین ها همین قدر بود. ممنون که یک را بیننده هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.